سلام خدمت بینندگان عزیز، طاعاتتون قبول. امروز میخوایم راجع به روزداری برای افرادی صحبت بکنیم که مبتلا به دیابت هستن و تمایل دارن که روزه بگیرن. اکثر مطالعات ایرانی و مطالعاتی که خارج از کشور انجام شده میگن که برای اکثر افرادی که مبتلا به دیابت نوع 2 هستن روزداری مشکلی رو ایجاد نمیکنه. ولی با این وجود حتما قبل از اینکه تصمیم بگیرین برنامه ریزی بکنین برای روزه گرفتن با پزشکتون مشورت بکنین، به خصوص اگر که از انسولین استفاده میکنین یا اینکه مشکلات دیگری براتون به دنبال بیماری دیابت ایجاد شده، مثلا مشکلاتی مثل بیماری های قلبی عروقی، بیماری های چشمی یا بیماری های کلیوی، حتما با پزشکتون مشورت بکنین، چون تنظیم دقیق داروتون، تنظیم دقیق برنامه غذاییتون واجب هست که بتونین روزداری راحتی رو در ماه رمضان داشته باشین و مشکلی هم براتون ایجاد نشه. عزیزانی که دیابت نوع 1 دارن مشورت با پزشک قبل از شروع ماه رمضان تصمیم به روزه‌داری خیلی هم اهمیت بیشتری پیدا میکنه. ولی خب اون موضوعی که به نحوه تغذیه‌تون مربوط میشه، اولا اینکه شما باید این تغییر در شیوه زندگی شامل شیوه غذا خوردن و میزان فعالیت بدنیتون رو از قبل از ماه رمضان شروع بفرمایید. توی ماه رمضان هم بهتر هست که به خصوص در وعده سحری بیشتر از غذاهایی استفاده بکنین که قندشون آرومتر جذب میشه. حالا شاید این سوال پیش بیاد که چون خیلی از مراجعین ما هستن که مبتلا به دیابتن میگن که من که اصلا قند نمیخورم یا من که شیرینی نمیخورم. واقعیت اینه که تمام مواد غذایی که توی گروه نان و غلات هستن، یعنی انواع نانها، برنج، ماکارونی، سیب زمینی، سبزیجات نشاسته ای مثل نخود سبز و ذرت یا میوه ها و همینطور یه بخشی از حبوبات بعد از اینکه هضم میشن در دستگاه گوارش به صورت قند از دستگاه گوارش جذب میشن که میتونن قند خونتون رو بالا ببرن. شما باید بیشتر غذاهایی رو انتخاب بکنین که قندشون آرومتر از دستگاه گوارش جذب میشه. مثلا نونهای سبوسدار مثل نون سنگک یا نون جو قندشون به نسبت نونهای سفید مثل نون لواش یا نونهای فانتزی آرومتر از دستگاه گوارش جذب میشه. دو تا مزیت داره. اولا اینکه باعث نمیشن که شما یکهوی افزایش قند خون شدید بعد از سحری پیدا بکنید. یا اینکه باعث نمیشن که حوالی ظهر یه افت قند خون شدید پیدا بکنید. این رو البته خدمتتون عرض بکنم که اگر که قند خون شما چند ساعت بعد از خوردن سحری به کمتر از 70 میرسه یا اینکه قند خونتون بالاتر از 300 میره، در اون صورت روزه گرفتن برای شما شاید کار مناسبی نباشه که باز هم حتما با پزشکتون مشورت بکنید. از شیرینی های غیر طبیعی خیلی استفاده میشه تو ماه مبارک رمضان، مثلا همین زولبیا بامی هایی که معمولا تو سر سفره همه وجود داره. شیرینیجات هرچی کمتر مصرف بکنن، چربیجات هرچی کمتر مصرف بکنن، چیزهای قندی اینا هرچی کمتر مصرف بکنن برای سلامتی خودشون خیلی خوبه. باید طبق توصیه های پزشک سری مواد غذایی در نظر گرفتن از اون استفاده کنن. ممکنه یه آدم دیابتی در روز حداقل 20 لیوان آب باید بخوره، یه موقع مثلا نمیتونه وقتی آب نخوره این مریضیش بیشتر میشه، گرفتاریش بیشتر میشه. پس برای سلامتی خودش هم که شده با دکترش مشورت بکنه هر چی دکترش گفت. قندهای طبیعی هم قانون تاثیر خودشون رو دارن. قند خرما هم به همون اندازه که قند مثلا قند معمولی، قند چغندر قند یا قند هندوانه، همه اینها به نظر میاد تاثیرگذار باشن. من فکر کنم باید کارشناسای مربوطه در این خصوص پاسخ بدن. ولی چون بحث من فقط میدونم که چون موضوع روزه تو ماه مبارک رمضان چون بحث
میشه گفت که بیشتر احساسی و خدمتون هر شود که مذهبی و دینی و اینا مطرح هست، من فکر کنم مسائل های سختی های جسمی و اینا خیلی تحت تاثیر قرار نگیره. علاوه بر این که در مورد بین غذاهای نشاسته‌ای دارین انتخاب میکنین، سعی بکنین که از غذاهایی استفاده بکنین که قندشون آرومتر جذب میشه، یه مواد غذایی دیگری هم هستن که وقتی که کنار مواد غذایی نشاسته‌ای قرار میگیرن، سرعت جذب قند اون ماده نشاسته‌ای رو پایین میاره. مثلا وقتی که شما از سبزیجات، میوه ها یا مواد غذایی پروتئینی کنار مواد نشاسته ای استفاده میکنین، سرعت جذب قند پایین میاد. پس سعی بکنین که حتما کنار سفره سحریتون سبزی خوردن، سالاد یا سبزیجات پخته ای که کنار خورشت یا خوراک هست وجود داشته باشه. سعی بفرمایین که از مواد غذایی پروتئینی مثل انواع گوشت ها یا حبوبات و به خصوص حبوبات، چون حبوبات علاوه بر این که قندشون آرومتر جذب میشه پروتئین کافی هم دارن، در وعده سحریتون استفاده بکنین. مثل نخود و لوبیا و عدس به صورت حالا برنج های مخروط مثل عدس پلو یا خوراک هایی که مثل خوراک عدسی یا خوراک لوبیا هست. دیگه این که همونطور که گفتم سعی بفرمایین از نونهای سبوسدار استفاده بکنین. اگر نونهای سبوسدار تهیهش براتون مشکله، خود سبوس رو مثل سبوس گندم یا جو یا برنج تهیه بفرمایین، روی سالادتون در وعده سحری بریزین، ازش استفاده بکنین. و مورد بعدی در مورد افطار هست. توی وعده افطاری هم سعی بفرمایین که یک وعده حجیم و سنگین غذا نخورین. خود غذای سنگین و حجیم میتونه باعث بشه که قند خونتون بالا بره. پس سعی بفرمایین که با یک غذای سبک افطار بکنین، یه فاصله زمانی بگذارین و بعدش هم یک شام سبک میل بفرمایین. و در مورد فعالیت بدنی هم مجدد با پزشکتون مشورت بکنین که ببینین تا چه حدی میتونین در دوران روزه‌داری فعالیت ورزشی داشته باشین و حتما در برنامه روزانه‌تون یک فعالیت ورزشی رو حالا یا تو ساعت‌های اولیه صبح یا بعد از اینکه شام میل کردین بگنجونین، که خود فعالیت ورزشی هم کمک میکنه که قند خون شما در ماه رمضان راحت‌تر کنترل بشه. هرگاه غذا خوردن با چهار ویژگی همراه باشد، کامل خواهد بود. از حلال باشد، دست بر آن بسیار باشد، با نام خدا آغاز شود و با شکرش پایان پذیرد. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم.